متاسفانه امروز یه خبر نسبتاً بدی دارم در رابطه با تاریخ دقیق لیست شدن همستر کمبت و اینکه یه تغییراتی و یک اختلال که نمیشه گفت یه سری تغییرات ایجاد شده توی در واقع میزان، یعنی محاسبه امتیازدهی شما. امروز میخوایم کل این موارد رو با هم بررسی کنیم، کل اخبار جدید همستر کمبت رو با هم بررسی کنیم. اگه پلیر همستر کمبت این ویدیو حتما به دردت میخوره، چون کلی اطلاعات قرار کسب کنی و قراره تا انتهای ویدیو خودت دو تا چهارتا کنی ببینی برات میصرفه توی همستر موندن و یا اینکه نه. قبل از ادامه ویدیو ازتون خواهش مندم که حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید. فعالیت 5 ساله ما بیهوده نباشه، 187 تا کلیپ درست کردیم و اونقدر بازخوردی نداشته. و اینکه اگه دوست داشتید لایک کنید و اگه دوست داشتید در انتها برای ما یک کامنت هم بذارید. قبل دیگه معطل نکنم، بریم داخل موبایل که ادامه روند رو داخل موبایل داشته باشیم و اینکه سابسکرایب یادت نره. ببینیم داستان همستر کمبت از چه قراره. خب ببینید دوستان، اول یه توضیح خیلی کوچیک بدیم در رابطه با نحوه لیست شدن همستر کمبت. ببینید همستر کمبت قراره بمون بر اساس پروفیت، در واقع سکه، لیگ ها و NFT هایی که در واقع از کارت ها ما اونها رو آپگرید کردیم به ما در نهایت توکن تعلق بگیره. شاید همه گزینه ها رو میدونستید، فقط گزینه NFT رو در واقع باهاش یک مقدار ناآشنا هستید، ولی در کل بیسیک معنی NFT رو شاید بدونید، ولی NFT های همستر کمبت رو نه. ببینید تمام کارت هایی که در همستر کمبت وجود داره احتمالات 60-70% این کارت ها قراره در نهایت برای ما در واقع NFT باشه، یعنی به صورت NFT برای ما باشن و اینکه بتونیم اینها رو به توکن، بر اساس اینها بهمون توکن بدن و در کل بتونیم با کارت ها درآمدزایی داشته باشیم. پس به این نتیجه میرسیم که دیلی کامبوهای روزانه همشون در واقع پشتشون فکر شده هستش و فقط جنبه 5 میلیون سکه رو نداره. خیلی از دوستان میان به پشتیبانی های ما پیام میدن در رابطه با این مسئله که ما نمیخوایم دیلی کامبوهای روزانه و یا اون 5 میلیون سکمون رو بگیریم و دلیلشون فقط این بود که هلوش 7 الی 10 میلیون سکه هدر میدن که 5 میلیون دیلی کامبوی روزانه رو دریافت کنن. دیلی کامبو به معنی 3 تا کارت همستر کمبت هستش که در واقع در نهایت بعد از آپگرید کردن اینها به همون 5 میلیون سکه تعلق میگیره. جواب این مسئله رو خواستم بتون خیلی فورس ماژور بدم. ببینید همینجوری که الان توضیح دادیم توکندهی بر اساس کل بیسیک بازی هستش و اینکه اون 5 میلیون سکه شاید ارزش نداشته باشه و شاید مقدار آپگرید کارت ها تأثیر بیشتری روی مقدار توکن شما داشته باشه. یعنی شما در هر صورت باید تمامی کارتاتون رو آپگرید کنید، حتی اگه سکه هاتون کلن هدر رفت. ولی اگه احیانا تاریخ دوباره ای، حالا من یه تاریخ الان بهتون میگم در انتهای ویدیو که متوجه تاریخ لیست شدن همستر کمبت بشی و یک سری اخباری که قراره در رابطه باش صحبت کنیم، که اگه احیانا زمان لیست شدن رو شما متوجه شدید به هیچ عنوان دیگه کارتاتون رو آپگرید نکنید، چون در واقع هم میخواییم بالانس داشته باشیم توی داشتن سکه، هم بالانس داشته باشیم توی پروفیت و هم آپگرید تمامی کارتای بازی همستر کمبت. خب حالا تاریخ همستر کمبت کیه و اینکه توکن دهیش به چه صورت هستش؟ خب دوستان عزیز، 10 میلیارد توکن در نظر گرفته شده که قرار سوپلای بشه چند وقت دیگه. این 10 میلیارد توکن قراره به 250 میلیون کاربر برسه. 250 میلیون کاربر شاید خیلی براتون مقدار زیادی باشه. خب الان یه نکته دیگه بهتون بگم. ببینید همستر کمبت خودش تارگت زده بود که گفته آقا من قراره به 1 میلیون کاربر برسم و بهش هم میرسم. یعنی یک جورایی داشت بزرگ نمایی میکرد که تیممون
در واقع خیلی قوی و قدرتمند هستش که به راحتی 1 میلیارد کاربر رو دریافت میکنه که اصلا همچین چیزی امکان نداره و فقط شعافی چیزی جز شعاف نیست همچین موضوعی که مطرح کرده. در نهایت 10 میلیارد ما الان جیمیل داریم توی جهان، 8 میلیارد در واقع جمعیت داریم، 2 میلیارد جیمیل فیک و یا جیمیل هایی که ساخته شدن و استفاده نمیشن هستش و یا اینکه متعلق به یک نفر چند تا جیمیل. خودتون شخصا الان ممکنه 1 یا 2 تا جیمیل داشته باشه و یه سری ها ممکنه چند تا جیمیل داشته باشن. افزایش جیمیل از زمانی که بازی کلش آف کلنز در واقع ترند شد، ساختن جیمیل هم خیلی بورس شد، یعنی خیلی تعدادش رفت بالا. در کل تو حاشیه نریم، منظور این که 250 میلیون کاربر برای ما هلوش 100 میلیون کاربر در نهایت میمونه و در اواخر لیست شدن نکته اصلی ویدیوه و نکته کاملا طلایی ویدیو. شما در نهایت قراره 100 میلیون در واقع لیست بشه، 100 میلیون بدن 10 میلیارد توکن رو، و اگه شما چند تا اکانت دارید در زمان لیست شدن هم سر کمبت تماماً اکانت شما رو آنالیز میکنه به وسیله خب دیتابیس های تلگرام که بتونه متوجه این قضیه بشه که چند تا اکانت شما توی هم سر کمبت ران دارید و لانچش کردید و دارید ازش در واقع توکن و اینا جذب میکنید که سریوسه اکانت شما رو حذف میکنه. ولی خب نگرانی نیست، چون قیمتی که قراره بهمون بده یه قیمتیه که اگه ما چند تا اکانت نداشته باشیم دستمون رو اصلا نمیگیره، یعنی اینقدر پولی در واقع در نمیاریم، یعنی قطعا باید چند تا اکانت داشته باشیم. اما این راه حل خیلی خوب در واقع پیش روی شما داریم، من لینکی که نیست ولی خب منتها اگه تونستم میذارم توی ویدیو و اینکه برید توی چنلمون پیدا کنید، اینکه ما آموزش کامل دادیم چند تا اکانت بسازید به راحتی توی گوشیتون به صورتی که اصلا هیچ مشکلی پیش نیاد عزیزان، نه اینکه بسازید و اینکه در زمان لیست شدن به مشکل بخورید، چون الان یه قضیه با قدیم فرق میکنه و ما اون روش کاملا نرمال و کاملا صحیح رو تو اون ویدیو بهتون دادیم. یه سرچ ساده بزنید و یا اگه ممکنه بود لینکش رو بالا براتون میذارم. خب چقدر قرار توکن به ما بده؟ دوستان توی 2 تا بازه زمانی قرار همستر کمبت به ما توکن هاشو بده. این 2 تا زمان کی هستش و قراره کی ما این توکن ها رو بگیریم؟ 2 تا زمان، یک زمان 3 ماهه الا 6 ماهه و یک زمان 6 ماهه الا 12 ماهه. به احتمال 90% قراره ما توی 2 تا بازه زمانی همستر کمبت رو نقد کنیم و توکن هاش برای ما بیاد. و اینکه توی 2 تا بازه زمانی یعنی چه جوری ممکنه، این شاید براتون پیش میاد این سوال. ببینید 2 تا بازه زمانی میتونه 3 ماه تا 6 ماه باشه و بر اساس NFT های شما، یعنی اگه مثلا برای مثال 50% توکناتون رو نگه داره و بقیه‌اش رو شما بفروشید و در واقع توی بازه زمانی دوم 6 الی 12 ماه بقیه توکن هاتون رو به راحتی بفروشید، مقدار هزینه‌ای که قراره به شما بده در واقع 55 سنت بر در واقع ازای هر توکن هستش، 55 الی 60 سنت تعیین شده. و اگه شما یه ضرب تقسیم کنید 10 میلیارد رو تقسیم بر 100 میلیون کاربر کنید، 150 میلیون که فیک هستن، مثالی که در رابطه با جیمیل زدم، و اینکه اگه قرار باشه لیست بشه 20% در واقع اون توکن ها، یعنی اگه شما 10 میلیارد تقسیم بره 100 میلیون کاربر کنید، 10 میلیارد تقسیم بره 100 میلیون کاربر بکنید، یه چولش 100 تا توکن میشه. و اگه 100 تا توکن رو 20% کم کنی یا 30% کم کنی، برای کسایی که چند تا اکانت دارن یا حرفه‌ای تر بودن تو این بازی، رفرال های زیادی داشتن، 70 تا توکن برای شما در نهایت میمونه. 70 تا توکن رو ضرب در 60 سنت کنید، یه چیزی هولش فکر میکنم 45 دلار میشه و این 45 دلار رو تقسیم بر 2 تا بازه زمانی کنید، یعنی 1-3 ماهه الی 6 ماهه و 6 ماهه و 10 ماهه، یعنی هولش ما 50 دلار
تخمینی حالا همینجوری حساب کنیم، تو که به هر کدوم از آدمایی که حالا برای مثال خیلی زیاد وقت نذاشتن و در کل پلیرهای بدی نبودن، 50 تا توکن بهشون، 50 دلار بهشون توکن تعلق میگیره، معادل 70 تا توکن که اگه ما تقسیم بر 2ش کنیم میشه 25 دلار. 25 دلار میتونید سری برداشت کنید و 25 دلار رو بعدا میتونید برداشت کنید. خب شاید رقم خیلی کمی باشه، ولی خب این نکته رو در نظر داشته باشید که اگه چند تا اکانت داشته باشید و توی بازه زمانی دوم شروع کنید به فروختن همسر کمبتتون، قطع به یقین سوددهی خیلی زیادی خواهید داشت. چرا؟ دوستان بازی دارید میکنه شما، نه وقت گذاشتی، نه کار خاصی، نه وقت که گذاشتید 100% وقت با ارزش ترین چیزه، ولی در کل نه کاری کردید، نه کار خاصی کردید، نه در واقع جای کار کردید هیچی. ولی خب در بازه زمانی دوم قرار همسر کمبت در کنار بهترین ارزهای جهان حضور پیدا کنه و تو کلی سمینار قراره در رابطه با همسر کمبت صحبت بشه. اینا همه پیشبینی های ما هستش و در نهایت تاریخ لیست شدن همسر کمبت کی هستش. ببینید 11 تیر ما قرار بود همسر کمبت لیست بشه و دلیل لیست نشدنش فقط توکن سوزی بود که این 250 میلیون کاربر رو کم و کمتر کنه. الان خیلی هستن که دیگه اصلا از حس و حال افتادم و دیگه اصلا پی همسر کمبت رو نمیگیرم و کله هم انگار همسر کمبت رو بوس کردن گذاشتن کنار، بخاطر همین کاربرهاش داره یک مقدار کمتر میشه که مقدار توکنی که به همه میده بیشتر و بیشتر باشه، در واقع آدم های بیشتری بتونن سودهای بیشتری ببرن. دلیلش همینه. تاریخش هم 11 تیر ماه نیست و نبود یعنی در کل، و قراره در اواخر شهریور ما لیست شدن همسر کمبت رو ببینیم. این نظریه اول که 30% ممکنه و نظریه دوم که 70% احتمالش هست در اواخر همین ماه هستش، یعنی ما 70% داریم همین اعلام میکنیم که قراره در اواخر همین تیر ماه لیست شدن همسر کمبت رو ببینیم به سلامتی، که امیدوارم اونایی که حالا دوست دارن یک پولی از این در واقع دستشون تنگ یک مقدار، امیدوارم همشون مقدار پول زیادی نیست ولی خب اگه بتونن توی خانوادهشون چند تا اکانت بیارن بالا 5 تا 6 تا 10 تا بتونن یه پول خیلی حالا معمولی داشته باشن از بازی که زیاد حالا در واقع کار خاصی براش نکردن. ببخشید اگه پرحرفی کردم دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. کلی تحقیق پشت این ویدیو بود و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما سابسکرایب کنید، دوست داشتید یه دونه کامنت انگلیسی هم برای ما بذارید که ما کلی انرژی بگیریم و کلی محتوا براتون بسازیم. تا ویدیوی بعدی دوستان، سرتون سلامت، جیبتون پر پول. تا ویدیوی بعد، فعلا.